با درود خدمت دوستان گرامی شروع میکنیم. پرکاربردترین واژه های آلمانی. در درس قبل مقدمه رو بهتون گفتم که چجوری شروع میکنیم و کارها به چه شکل پیش خواهد رفت. almanifarsi.com سایت ما است. فیسبوک و تلگرام و آدرس ها رو هم زیر همین ویدیو خواهیم گذاشت در سایت. شما اگر برید توی بخش لکسیونن ورد شاتس، در این بخش همه درس های این بخش رو به ترتیب خواهید دید. مقدمه و سرآغاز مثلا اگه بزنید میاد و میبینید که اینجا ما یه ویدیو گذاشتیم، توضیح دادیم و این درسایی هست که خواهیم داد. در واقع این کاتگوری ها رو کار خواهیم کرد. امروز بخش 1.1.0.1 هستیم. یک پرزولش انگابن، اطلاعات شخصی. انگابن جمعشه، یعنی در واقع انگابن به جای انگابن میتونیم بگیم اینفورماسیون و جمعش میشه اینفورماسیونن. بخش A1 تا B1 رو کار میکنیم. کلمات زیر را کار خواهیم کرد. ادرسه، آلتا، داس آلتا، دی انگابه، دی انگابن، دی دامه، دی فراو، در ارواکسنه، گبورن، گبورستاگ، هاوپتشتاد، هایراتن، هر، دی یوگند، در یونگه، داس میتشن، در من، در نامه، دی پرسون، فرهیراتت، وون. خب ادرسه که معنی آدرس هست، دی ادرسه، اونایی که به ای ختم میشن مؤنث هستن. مثلا میگن آدرس چیه؟ وی ایست داین ادرسه، وی ایست داین ادرسه. میبینید که از وی استفاده میشه که معنی چطور هست، یعنی آدرس در واقع چطور هست، چطور نوشته میشه. به هر حال با وی میگیم. مثلا ما میگیم وی ایست داین نامه، اسمت چی هست. نامه رو باز همینجا شروع خواهیم داشت تو همین لیست. نامه، در نامه. فقط باید بدونیم که چون د به ای خط، به ای خط میشه، ولی آرتیکلش در هست، در نامه، بنابراین داین نامه. حالا من میخوام بگم آدرس تون چی، آدرس شما، میگم ایر آدرسه، وی ایست ایر آدرسه، وی ایست ایر نامه، ایر نامه، ایر. هیچی نمیگیره. میبینید اینجا چون در نامه هست، این در نامه هست، این هیچی نگرفت، ایغه نشد، ولی اینجا آدرسه، ایغه آدرسه شد. برای کسانی که یه مقدار پیشرفته ترن، شیکن ان، شیکن ان، فرستادن به. مثلا ایکی که دست پاکت، پاکت را ان ایغه آدرسه، شیکن، شیکن ان ایغه، به آدرستون، آدرسه، به آدرستون میفرستم. شیکن ان ایغه آدرسه. ببینید که بعد از ان اینجا آکوزاتیو اومد. ایکی که دست پاکت ان دیخ، به تو میفرستم. خب این از این نکته. بریم سراغ آلتا. آلتا به معنی سن هست، جمع نداره. آلتا، داس آلتا. میتونم بگم وی آلت بیستو، معمولا میگن وی آلت بیستو، وی آلت بیستو، چند سالته، وی آلت، یا وی یونگ، چند سالته. برای که یه نفر نخواهیم بگیم، حالا چون آلت معنی پیر هم هست، نخواهیم بگیم یه نفر پیره، میگیم وی یونگ بیستو. میتونم بگم فراون، خانوم ها، یا دی فراون، فراتن، فاش میکنن ایر آلتا، سنشون را، نیشت گرن، نیشت گرن یعنی خانوم ها فاش نمیکنن سنشون را با کمال میل. نیشت گرن یا نیشت گرنه، گرن اون گرنه، دوتاش یکی هست. فراون فراتن ایر آلتا نیشت گرن. شاید یه تستایی حالا توی فیسبوک و جای دیگه دیده باشید. واس ایست داین گایستیگس آلتا، سن عقلانی شما چقدر. واس ایست داین گایستیگس آلتا، این داین هیچی نگرفت، صفت اس گرفت، گایستیگ حالا عقلانی بگیم، آلتا. خب پس دست آلتا خیلی مهمه. آلتا رو توی فرما و اینا می‌بینید بچه‌ها. مثلا فرمایی که می‌خواد پر کنیم، چیزی که می‌بینید آدرسه، اسمتون، آدرستون، نام، آلتا، گشلخت، گشلخت یعنی جنسیت، میرسیم بهش. دی انگاب، اطلاعات، پرسونلیش انگاب، اطلاعات شخصی، درسی که داریم کار میکنیم. دی دام یعنی خانوم، یعنی لیدی، لیدی گاگا، دام گاگاست. لیدی پس معنی دامه، دی دامه. مثلا یه خانومی که اونجا وایستاده، دی فراو میتونیم بگیم، دی فراو دا، دی فراو دا هست کاترین، دی فراو دا، دی دامه دا. دامه یه مقدار رسمی تره هنوز تا فراو.
خب دی فراو میتونه معنی زن بده، معنی خانم هم بده. مثلا ماین فراو یعنی همسر من، زن من در واقع. ماین فراو، داین فراو، جمعش فراون که اینجا گفتم فراون فقاتن ایا آلتا نیش گرنه، یا دی فراون. دی اواکسنه، دی اواکسنه یعنی بزرگ سال، و جمعش دی اواکسنن. میدونی که جمع ها همیشه دی هستن، دی اواکسنن، دی اواکسنه، دی اواکسن، بزرگ سال، بزرگ سالان. مثلا بعضی مواقع سردر باغ وحش یا سردر جاهای تفریحی یا موزه یا اینا نوشتن کیندا بتسالن مثلا 5 اورو اونت ارواکسنو بزرگ سالان 10 اورو، 10 یورو. خب ارواکسنه یکی از اون چیزهایی هست که باید راجبش توضیح بدیم، چون این صرفش فرق میکنه با حالتهای عادی. بنابراین اینجا ارواکسنه به معنی بزرگ سالان هست. میتونم بگم دی ارواکسنن بزرگ سالان، دی ارواکسنن ان بذارم اینجا، ولی اگر من دی رو حذف کنم اینو حالت یه نوع حالت صفت در نظر میگیرم، صفتی که اسم شده، اش رو بزرگ کردم، و اگر دی رو حذف کنم کلی بخوام با دی نگم ارواکسنه ای که داشته باشه، ارواکسنه یعنی بزرگ سالان، که در این موارد باید جاهای دیگه توضیح بدم تو بخش گرامر اگر نمیدونید. گبورن، و بیستو گبورن، کجا متولد شدی؟ و بیستو گبورن، گبورن از فعل گبرن میاد، که این فعل رو بیشتر حالت اینشو به کار میکنیم، گبورن رو به کار میکنیم، خیلی کم به کار میره این به کار میره. این به معنی به دنیا آوردن هست، این به معنی متولد شده، به دنیا آمده هست. این حالت اگه بخوایم از نظر گرامری بررسی کنیم، که تو درس های آخر آلمانی و فارسی درس 325 فکر کنم اینا رو گفتیم، در واقع این سوشتانس پسیو هست. و بیستو گبورن، کجا به دنیا آمدم؟ ایک بین ایم ایران گبورن، ایم ایران، این افغانستان، افغانستان، توی افغانستان به دنیا آمدم. ایم ایران، میبینید که ایم شده، این دم بوده شده ایم، ولی افغانستان چون آرتیکل نداره دیگه با این میگیم. گبورت تاگ یعنی روز تولد، تاگ و گبورت، گبورت یعنی تولد، تاگ هم یعنی روز، روز تولد میشه زاد روز. وان ایست دن گبورت تاگ، روز تولدت کیه؟ وان ایست دن گبورت تاگ، من گبورت تاگ ایست ام میتوخ، ام میتوخ، ام nächsten Mittwoch. Tu Mittwoch bad, çarşamba bad. Am nächsten Mittwoch. Mein Geburtstag ist am 2. Am 2. Am 2. Am 1. Am 3. Am 3. Dovome. Dovome avale, sevome, bistome. Am 2. April. Dovome April. Am 3. Mai. Sevome Mai. Am 20. Dezember. 20 دسامبر. هاوپتشتات پایتخت. واس ایست دی هاوپتشتات؟ دی هاوپتشتات، چون شتات دی هست، هاوپتشتات هم دی هست با توجه به اسم دوم. خب میتونید برام بگید واس ایست دی هاوپتشتات فون افغانستان؟ پایتخت افغانستان چیه؟ کابل. واس ایست دی هاوپتشتات فوم ایران؟ فون دیم ایران میشه فوم ایران، چون ایران در داره. دی هاوپتشتات فوم ایران ایست تهران. تهران می نویسن. تهران. تهران. خب هایراتن یعنی ازدواج کردن. مثلا من با تو ازدواج می کنم میشه من تو را ازدواج می کنم. تو را میشه دی. تو را. من ازدواج می کنم. ایش هایراته. ایش هایرات دیش باید ازدواج می کنم. ایش هایرات دیش نیش باید ازدواج نمی کنم. هایراتستو میش با هم ازدواج می کنی؟ هایراتستو میش؟ یا گرن، یا گرن، به جای گرن میتونیم این گرنه. هر یعنی آقا، مثلا هر شوماخا، هر مولا، آقای مولا، آقای شوماخا. هر رو باید دقت کنید، اگر حالت آکوزاتیو یا داتیو بود یه نیش بهش اضافه میشه. مثلا اگه بخوام به آدرس یه نفر بفرستیم، مثلا اینجا می‌نویسیم آن، به کی بفرستیم؟ پشت پاکت میگیم آن، هر، یه نی میذاریم که اون حالت به داره. آن هر مولا، به هر مولا مثلا میفرستیم. پس نه رو دقت کنید بعضی مواقع میاد، اگر آکوزاتیو و داتیو رو بدونید و گنیتیو میتونید بفهمید که این نه به خاطر اونه. اگرم نمیدونید اشکال نداره، فعلا بگید ها دی یوگند. خیلی میشنوید دی یوگند هویته، دی یوگند هویته، بچهای امروزی، جوانان یا نوجوانان امروزی. دی یوگند هویته هات. ببین مهم اینه که ما میگیم جوانان یا نوجوانان،
همیشه با مفرد به کار میره این بچه ها. این همیشه مفرده، با اینکه به یه جمعی ما اشاره میکنیم ولی مفرده فعلش. Die Jugend heute, die Jugend ist, die Jugend ist heutzutage, heutzutage, امروزه faul, تنبلن. Die Jugend ist heutzutage sehr fleißig, fleißig زرنگن. پس faul تنبل، fleißig زرنگ، پرکار، پرتلاش. Die Jugend, die Jugend ist, die Jugend hat, میتونم بگم die Jugend hat andere Ziele. Die Jugend heute hat andere Ziele. Die Jugend hat heutzutage andere Ziele. جوانان، نوجوانان امروزه andere Ziele. Andere Ziele. اهداف دیگری دارن. Der Junge یعنی پسر جوان. Der Junge. Der Junge ist sehr nett. Der Junge یعنی پسر جوونه که مشخصه. Der Junge ist sehr nett. خیلی مهربون و خوش برخورد و خوش اخلاق هست. Nett. Das Mädchen. Das Mädchen این دختر جوان. Das Mädchen ist, دختره ist im Iran geboren. تو ایران متولد شده. Das Mädchen. Der Mann میتونه مرد باشه، میتونه شوهر باشه. Mein Mann یعنی شوهر من. Mein Mann ist Lehrer. شوهر من معلمه. Lehrer. Der Name. Wie ist dein Name? اینو گفتیم. و نامه رو باید دقت کنیم که از حالت آکوزاتیو یا داتیو یا یه ان اضافه میگیره، چون حالت ان دکلیناسیونو که در درس های almofarsi.com/german اینجا ببرید تو کاتگوری میتونید بگید چرا نامه بعضی مواقع میشه نامن، جمع نام نامن هست درسته، ولی بعضی مواقع نامه مفرد هست ولی یه ان اضافه هم میگیره، این ان میشه ان اندکلیناسیون. مثلا ich kann deinen Namen nicht aussprechen. من نمیتونم اسم تو تلفظ کنم. Ich kann deinen Namen nicht richtig, نمیتونم صحیح aussprechen. Deinen Namen. پس با اینکه یه دونه هست نامه ولی یه ان اضافه گرفت که به این میگن ان دکلیناسیون. درساشو میتونید ببینید. دی پرسون یعنی شخص. زی ایست اینه گوته پرسون. اینه گوته پرسون. شخص خوبیه. میتونم بگم ار ایست اینه گوته پرسون. ببینید در این حالت چون ما اینه و گوته با توجه به پرسون که دی هست صرف میشه. دیگه فرق نداره اینجا ار باشه یا اینجا زی باشه. اون دختره یا اون پسره. ا یعنی اون پسره هست، زی یعنی اون دختره هست که اسمشو معمولا کوچیک می‌نویسن ولی اول جمله چون من آوردم بزرگ نوشتم. زی ایست اینه گوته پرسون. فهایراتت یعنی متأهل، مخالفش لیدیش هست. لیدیش یعنی سینگل، مجرد، بی خانمان. لیدیش سینگل مجرد. فهایراتت، زی ایست فهایراتت، متأهله. ایست فهایراتت. ایست این فهیغاتتا من، یک مرد متأهل هست. میتونم بگیم ایست این فهیغاتتا من. این هیچی نمیگیره، فهیغاتت ایر میگیره چون من دیه هست. میتونیم بگیم زی ایست این فهیغاتت فراو او در دامه. آسون ترین حالش اینه که بگیم زی ایست فهیغاتت، ایست فهیغاتت. دیگه من یا دامه رو پشت فهیغاتت نیاریم که بعد از فهیغاتت نیاریم که بخوایم صرف کنیم، چون اگر اسم بعد از صفت بیاد باید این صرف بشه این، ولی اگر صفت تنها بیفته آخر صرف نیاز نداره. مثلا چی؟ مثلا میگم ایست فهیغاتت، حالا زی هم باشه میگم زی ایست فهیغاتت. دیگه من فهیغاتت رو تغییر نمیدم، فهیغاتت اینجوری نمیگم دیگه، چون اینجا نقطه است، تموم شده. این مهمه که مسلما میدونید ولی خب من حالا توضیح میدم. وونن یعنی زندگی کردن، جا تو مشخص میکنه. لیبن هم داریم که لیبن به معنی زندگی در کل هست، اون جریان زندگی هست که مثلا چجوریه، ولی وونن بیشتر جا تو، جایی که زندگی میکنی منظور هست. مثلا وو وونز تو، کجا زندگی میکنی؟ وو وونز تو کجا زندگی میکنه؟ زایت وان از کی؟ زایت وان از کی وونز تو هیر؟ از کی اینجا زندگی میکنی؟ میبینی که این استراکچر توی آلمانی حالت حال هست. به هر حال اینجا حالت حال میگیم. زایت وان از کی وونز تو هیر؟ از کی اینجا زندگی میکنی؟ ایش وونه هیر زایت، من اینجا زندگی میکنم زایت زین یارن، ده ساله. زایت زین موناتن، ده ماه. زایت زین تاگن، ده روزه. زایت زین مینوتن، ده دقیقه است. Seit 10 Sekunden, 10 Sekunden.
یعنی از 10 ثانیه پیش تا الان در واقع. زیتوان از کی تا الان؟ از کی میگیم دیگه. خب این بخش اول این درس بود، درس بخش A1 A2 پرزونلیش انگابن. بخش B2 شو هم در درس بعد میذارم. اگه دوست دارید این نوع درس ها رو با لایک و به اشتراک گذاری توی یوتیوب این پیام به ما بدید که این درس ها رو ادامه بدیم و توی شبکه های اجتماعی دیگه هم لینک این آدرس سایت و لینک این ویدیو رو توی یوتیوب شیر کنید تا به دوستان دیگه هم اطلاع داده بشه. Alles Gute, viel Erfolg, auf Wiedersehen.